نام خداوند بخشنده مهربان، قواعد ساختار خانواده و راهای حفاظت آن. ستایش مخصوص ذات خدایی است که پروردگار جهانیان است، همان ذاتی که در قرآن کریم چنین فرموده است: و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. و از نشانه های او این است که همسران از جنس خودتان برای شما آفرید تا آنها آرام گیرید و در میانتان مودت و رحمت قرار داد. بیگمان در این امر نشانه های است برای گروهی که تفکر میکنند. گواهی میدهم که نیست معبودی بر حق جز الله یکتا و بی‌همتا، و گواهی میدهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. درود سلام و برکات الهی باد بر او و بر همه آل و اصحاب و پیروان راستین او تا به روز جزا. اما بعد، وجود ساختار خانواده در زندگی انسان یکی از بزرگترین نعمتهای الله متعال است. خداوند با تشریح این نعمت در قرآن کریم بر بندگان خیش احسان نموده فرموده است: والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات افبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. والله برای شما از جنس خودتان همسران قرار داد و از همسرانتان برای شما فرزندان و نوادگان پدید آورد و از پاکیزه‌ها به شما روزی داد. آیا به باطل ایمان می آورند و به نعمت الله آنها کفر می ورزند؟ و خانواده هسته مجتمع و نخستین غلای دفاع از آن می باشد. بنابراین اسلام به ساختار آن توجه نموده است تا به شکل قوی و منسجم ساخته شود. محبت و مهربانی میان همه افراد آن تحقق گردد تا اینکه امنیت و آرامش و استقرار همه مجتمع را شامل بگردد. چون شریعت اسلامی آمده تا شریک زندگی با اهتمام جدی انتخاب کرده شود تا باعث استقرار زندگی زوجی گردد. همچنین شریعت اسلام به تحمل مسئولیت خانواده با تمام جوانب مالی و اجتماعی و نفسی آن تاکید نموده است. چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است: ای گروه جوانان، هر کسی که از شما که توانایی ازدواج کردن را دارد باید ازدواج کند، زیرا ازدواج کردن باعث حفاظت چشم و شرمگاه می شود و کسی که توانایی ازدواج کردن را ندارد پس روزه بگیرد، چون روزه گرفتن شهوت را ضعیف و کنترل می کند. و شریعت اسلام بر تربیت سالم فرزندان و احساس مسئولیت دینی و اجتماعی و وطنی آنها نیز توجه و تاکید نموده است تا اساس خانواده به شکل قوی و متساوی گذاشته شود و ارزش های دینی و اجتماعی و عادات و تقالید مفید در نفوس فرزندان غرس گردد، زیرا فرزندان امانتی هستند که به دوش والدین گذاشته شده است. چنانچه الله متعال فرموده است: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ای کسانی که ایمان آوردید، خودتان و خانوادهتان را از آتشی که همه آن مردم و سنگ‌ها از نگه دارید، آتشی که بر آن فرشتگان سختگیر گمارده شده که هرگز الله را در آنچه بانان فرمان داده نافرمانی نمی کنند و هرچی فرمان می یابند انجام می دهند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است: همان الله متعال هر مسئول را از زیر دستان و حقوق آنها بازخواست می کند، آیا آن را حفظ کرده یا ضایع نموده است؟ حتی که مرد درباره اهل خانوادهش و باز خواست می کند. همچنین اصلاح شدن فرزندان باعث روشنی چشم پدران و مادران در دنیا و آخرت می شود، طوری که خداوند متعال می فرماید: والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. و کسانی که می گویند: پروردگارا از همسران ما و فرزندان ما مایه روشنی و چشم به ما عطا فرما و ما را برای پرهیزگاران پیشوا قرار بده. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده: از وقتی فرزندی آدم می میرد همه اعمال او منقدم می گردد مگر سه عمل او: صدقه جاری، علم مفید و یا فرزند نیکوکاری که برای او دعا نماید.
و پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما بیان نموده که بهترین مردم مرد اعظمی است که برای اهل خود بهتر باشد، چنانچه می فرماید بهترین شما کسی است برای اهل خود بهتر باشد، و خود او علیه السلام بهترین مردم برای اهل خود بود، بهترین شوهر، بهترین پدر و بهترین پدر بزرگ بود. پس کسی که برای اهل خود بهتر نباشد او اصلا بهتر نیست. ستایش مخصوص ذات خدایی است که پروردگار جهانیان است. درود سلام بر اشرف مخلوقات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و بر همه آل و اصحاب او باد. اسلام نهایت تلاش می کند تا ساختار خانواده به شکل منسجم و با الفت حفظ شود و بر اساس محبت و احترام و تقدیر متقابل استوار باشد، چون کسی که در آیات قرآن کریم تأمل نماید در می یابد که زن را زوج یعنی همسر مرد نام نهاده است و در قرآن کریم به لفظ زوجه وارد نشده است. گویا قرآن کریم از تکافوی لغوی و لفظی برای تکافوی معنوی اشاره نموده است، چنانچه می فرماید هن لباس لکم و انتم لباس لهن، زنان لباس شما و شما لباس زنان هستید. همچنین می فرماید لهن مثل الذی علیهن بالمعروف، برای زنان حقوق شایسته ای است که همانند حقوق و وظایفی که بر عهده آنها است. و در آیت دیگری فرموده است للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردان را از آنچه به دست آوردن به بهره است و زنان را نیز از آنچه به دست آوردن بهره است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در خطبه حجت ودا فرموده بود بدانید که برای شما علیه زنان تان حقی است و علیه شما برای زنان تان حقی است. پس زندگی میان زن و شوهر بر اساس آرامش، محبت، مهربانی و حقوق و وظایف متقابل استوار است و دور از هر گونه برتری جویی و سیطره طلبی، و امکان ندارد زندگی خانوادگی بر اساس برتری جویی و سیطره طلبی استقرار پیدا نماید، بلکه در فضای احترام متبادل کار تلاش جمعی برای ساختن عزت و تحمل سختی ها و مبارزه چالش ها مستقر می گردد. و حضرت ابو درده رضی الله عنه به همسر خود می گفت اگر مرا خشمگین دیدی خوشنودم کن، و اگر من تو را خشمگین یافتم خوشنودت می سازم، و در غیر این صورت امکان ندارد یار هم باشیم. بس چقدر زیبایی می شود وقتی خانواده با آرامی، خوشبختی و مستقر زندگی نماید تا اینکه سعادت دنیا و آخرت متحقق گردد. پروردگارا از همسرانمان و فرزندانمان مایه روشنی چشم به ما عطا بفرما و مرا برای پرهیزگاران پیشوا قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.